به نام خدا، بنده جواد عمرانی هستم. با آموزش انواع برج‌های صنعتی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. اگر از این ویدیو خوشتون میاد ممنون شن کانال بنده رو سابسکرایب کنید، همچنین برای حمایت از ما ممنون شن لایک کنید. خب بریم هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. کلا داره یه سری اینترنال ها هستن. ببینید کلا داره یه اینترنال هایی هستن که اینترنال چی هست؟ کلیه تجهیزات داخلی یک برج رو به اصطلاح بهش میگن اینترنال، که حالا اینا بخشایی که ما داریم تری هستن، پکینگ هست، دانکامر هست، ساپورت هست، دیستریبیوترمون هست که حالا دیستریبیوتر رو با هم دیگه بحث کردیم. اینجا ما اینجا هم دوباره همونو داره نمایش میده. اینجا تری ها هست، اینجا دیستریبیوتر پخش کننده ها هست، اینجا پکینگ ها هست. حالا میریم یکی یکی اینها رو با هم دیگه بحث میکنیم که به چه صورت هستن. خب الان میخوام تری ها رو با هم دیگه بحث کنیم. ما انواع تری ها داریم داخل برج تقدیرمون برای اینکه سیال مایع و بخارمون دائما با هم در ارتباط باشن. ما میایم از یه سری سینی ها استفاده میکنیم که ساده ترین و ارزان ترین نوع سینی هامون سیف تری هست که میبینید به معنی غربال یا علک هم هست، که میبینید توی این سینی ها یه سری روزنه ها هست که از این بخشمون گاز هامون خارج میشه. وقتی که لیکوید و گاز ما روی این تری ها ریخته میشه، خب روی هم داره میریزه دیگه. این روزنه هایی که وجود داره گازمون از این قسمت ها میاد بالا و از مایمون هم از این قسمت ها خارج میشه. ما اینجا والف تری داریم، یه سری تجهیز روی این سینی ها نصب میشه که میبینید توی این بخش نصب میشه که بیشتر به صورت دایره‌ای هست و مستطیل مربعی هست. موقعی که ما فاز گازیمون اینجا ببینید ویپرمون کم باشه، این تری ها بسته میشن، یه کمی مثلا بسته میشه و جایی که ما نرمال ویپر داریم یا های ویپر داریم، یعنی ویپرمون بالا باشه، این تری ها بیشتر باز میشن و اجازه ورود ویپر رو میدن که میبینیم به این صورت هست. حالا میبینیم بیشتر به صورت دایره‌ای و مستطیل مربعی هست. ما اگر ویپرمون خیلی خیلی کم باشه این والتری ها بسته میشن. یه پیچیده ترین و گرانترین تری هایی که استفاده میشه فنجانی ها هستن، کلاهک هستن که بهشون حالا بابل کپ هم گفته میشه، که به جای اینجا تری که ما داریم، به جای ولوی که ما اینجا داریم و این روزنهایی که داریم، میاد از یه سری فنجان ها قرار میگیره که مایمون روی این فنجان ها جمع میشه، ویپرمون از این قسمت فنجان ها از قسمت پایین بالا میاد و وارد فاز مایمون میشه. این هم باعث میشه که سطح تماسمون رو زیاد کرده باشیم و هم دیگه مایمون بر نمیگرده داخل. از این بابل کپ ها ما زیاد نمیتونیم استفاده کنیم. چرا نمیتونیم از این بابل کپ ها زیاد استفاده کنیم؟ چون یه اختلاف فشاری بالا و پایین برجمون به وجود میاد که خیلی بالا هست و باعث میشه که فازمون خوب اون فازهایی که توی سیالمون هستن خوب جدا نشه. پس ما نمیتونیم از همه این بابل کپ ها استفاده کنیم، هرچند کاربردی تر هستن و بیشتر در واقع استفاده میشن، ولی ما نمیتونیم توی یه برجمون همش از بابل کپ استفاده کنیم، چون اختلاف فشار بالا و پایین برجمون شدیداً بالا میره و اون فازهامون خوب جدا نمیشه. اینجا چمینی تری داریم که میبینی اینا کاربرد کمی دارن توی صنعت. هدف اصلیشون گرفتن یه جریان مایه است. این مایه میاد روی اینها جمع میشه و ما به عنوان یه محصول جانبی میتونیم ازش استفاده کنیم. پس اینها چه مینی تری ها بیشتر ما میتونیم ازش به عنوان یه محصول جانبی استفاده کنیم. برای اینکه ما یه محصول جانبی رو بخوایم در واقع داشته باشیم بگیریم، میایم از اینها استفاده میکنیم که کاربرد زیادی ندارن توی صنعت. اونجا داون کامر ها داریم، شکل‌های مختلفی دارن، تعداد مختلفی دارن که برای اینکه مایمون از تمام این روزنه ها عبور کنه، ما میایم از این داون کامر ها استفاده میکنیم که دیدیم ما توی وسل هامون، انواع وسل هامون که وسل های افقی یا قائم بودن،
یا در واقع وسل های تو فیز یا تری فیزمون از این دانکامر ها استفاده می کردیم که حالا این به این صورت هست. ما یه سری پکینگ هم داریم برای اینکه تبادل دو فازمون رو بیشتر کنیم، باید سطح تماسمون رو زیاد کنیم. یکی از روش هایی که میشه سطح تماسمون رو زیاد کنیم این پکینگ ها هستن که میبینید اینجا پکینگ هایی که اینجا وجود دارن. ما از این پکینگ ها نمیتونیم همه جا استفاده کنیم چون کامل نمیشه جدا کرد. توی برج‌های جذبمون استفاده بیشتری میشه، توی برج‌های اکستراکتورمون. حالا به این برج‌های جذب و برج‌های اکستراکتور رو میرسیم و بهتون کامل توضیح میدم که به چه صورت هست. بازده این پکینگ هامون از سینیامون بالاتر هست چون سطح تماسش بیشتر هست. حالا این پکینگ ها به دستهای به چند دسته هم تقسیم میشن، پکینگ تایپ ها هستن که ابتدا اولین پکینگ رندوم هست. یه سری پرکن ها هستن که داخل برجمون ریخته میشه یا چند تا مخلوط هست که اینا رو میریزن. بعضی از این پکینگ هامون به صورت استراکچر ساختاری و منظم هستن. اینا افت فشار متفاوتی ایجاد میکنن که این رندوم ها افت فشار بیشتری ایجاد میکنن. ما اینجا گرید هم داریم که به صورت منظم هست. اینایی که به صورت منظم باشه افت فشار کمتری ایجاد میکنه. که حالا ما اینجا انواع پکینگ ها رو داریم، از نوع سرامیکیش داریم، متال یا فلزیش داریم، پلاستیکش داریم، که حالا اینجا میبینین انواع مختلفی داره که این رو بستگی به نوع سیالمون داره. از این پکینگ ها ما قبل و بعد بستر توی راکتورمون هم استفاده میکنیم که اینا میان بستر رو ثابت نگه میدارن، هم جریانمون رو پخش میکنن، هم نگهداری بسترمون رو انجام میدن. که حالا اینا رو کامل باز توی بخش راکتورها بهتون توضیح میدم. توی همین بخش تجهیزات ثابت هست که راکتورها رسیدیم، بهتون کامل توضیح میدم که بستر چی هست، راکتورها، انواع راکتورها بهتون کامل توضیح میدم. این هم در واقع همین پکینگ ها هستن. اینجا ما یه سری پکینگ ساپورت داریم. ما وقتی که از رندوم استفاده میکنیم، از پکینگ های رندوم استفاده میکنیم، برای اینکه داخل برجمون پخشن، میایم از یه سری ساپورت ها استفاده میکنیم که داخل برج قرار میدیم که بهشون پکینگ ساپورت گفته میشه. میبینید به این صورت هست که بتونه اون پکینگ های رندوممون رو داخل برجمون پخش کنن. شاید سوال براتون پیش بیاد که این برج تعطیرها جنسشون از چی هست؟ اینا از جنس استنلس استیل هست. حالا انواع مختلفی داره. یه سوال دیگه که امکان داره براتون پیش بیاد توی این برج ها، ما از یه سری برج های دو قطره استفاده میکنیم که حالا اینا بهشون میرسیم، به برج ها میرسیم. برج ها رو کامل که توضیح دادیم که چه کاربردی دارن، عملکردشون به چه صورت هست. بهتون میگم بعضی از برج ها هستن که دو قطر دارن، یعنی یه جای برجمون قطرش زیاد هست، یه جاش قطرش کم هست، که بهتون کامل توضیح میدم علت این چی هست. اینجا یه بخشی داریم به نام کاندنسر و ریبویلرمون هست. حالا اینجا ریبویلر هم اشتباه نوشتیم، اینجا به جای یو و او باشه. ریبویلرمون اینجا هست. میبینید توی برجمون ما یه بخشی داریم به نام ریبویلرمون. مایات ما اینجا یه برجی که داریم، ما گفتیم که بخش لیکویدش از بخش پایین و ویفر و بخارات ما از بخش بالای برجمون خارج میشه. اون مایاتی که اینجا هست، مایات پایین برجمون، ابتدا میاد وارد یه ریبویلرمون میشه که این ریبویلرمون میتونه انواع مختلفی باشه که حالا بهش میرسیم. این ریبویلرمون چیکار میکنه؟ میاد مایه پایین برجمون رو گرم میکنه و به صورت بخار یا دوفازی در میاریم و دوباره از این قسمت وارد برجمون میشه که اون فاز بخارمون رو تأمین کنه، که همیشه ما فاز بخار و مایه توی برجمون حضور داشته باشه که مایش از این بخش میاد و بخارش هم از این بخش میاد. ما اینجا یه رفلکس درام داریم که صحبت کردیم. وقتی که این بخار بالای برجمون تولید میشه و میخواد خارج بشه، اول وارد یک کندانسر میشه که این ممکنه ارفن باشه قبلش، یا در واقع به وسیله آب خنک‌کاری بشه و بعد توی این ریفلاکس دراممون جمع‌آوری میشه. از این قسمت پایین برجمون ما گفتیم، از این قسمت پایین برجمون
ما میایم اون مایعی که داریم رو گرم میکنیم و دوباره اون رو وارد برجمون میکنیم تا اون همیشه فاز بخار و مایعمون توی برجمون حضور داشته باشه. برای اینکه ما این بخاره رو تامینش کنیم میایم از یه سری، اینجا ریبویلر هست دیگه، ما اینجا باید گرم کنیم، میایم از یه سری تجهیزات استفاده میکنیم به نام کوره ها هست، هیتر ها هست، اکسچنجر ها هست، کتل تایپ ها هست. میخوایم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم که به چه صورت هست. بحث کورا چون یه بحث مفصلی هست و یک و نیم الا دو ساعت تایم میخوایم که اینا رو کامل توضیح بدیم، بخش کورا رو بعدا توضیح میدم، هیتر رو هم توی بخش هیتر ها و اکسچنجر ها هم توی بخش اکسچنجر ها توضیح میدم. توی این ریبویلر ها من اینجا کتل تایپ ها رو بهتون میگم، حالا اینجا ترموسیفون هم هست که استفاده میشه. پس فقط بدونین که اینجا ما اینجا سیالات پایین برجمون توسط ریبویلرمون در واقع گرم میشه و بخار میشه و دوباره وارد برجمون میشه که این ریبویلرمون میتونه کوره باشه، هیتر باشه، اکسچنجر باشه، کتل تایپ باشه یا ترموسیفون باشه، که حالا من اینجا بهتون کتل تایپ و ترموسیفون توی این پارت میگم و توی پارت های بعدی اینا رو کامل بهتون توضیح میدم. فقط بدونین که ما اینجا فقط اینجا تجهیزاتی که به عنوان ریبویلرمون استفاده می‌کنیم و بیشترین استفاده رو دارن کوره ها هستن، کتل تایپ ها و ترموسیفون ها هستن. کتل تایپ ها می‌بینین، کتل تایپ هامون شبیه شلن تیوب هست که حالا شلن تیوب هم بهتون توضیح میدم، از یه سری شل و تیوب تشکیل شده. ما توی ریبویلر هامون از این کتل ها زیاد استفاده می‌کنیم که این سیال گرم کننده مون که اکثرا هم استیم هست از قسمت تیوبمون وارد میشه، حالا توی این شکل بهتر توضیح داده. اون سیال گرم کننده مون که اکثرا هم استیم هست، میبینید استیم این هست، یعنی ورودی استیممون هست، از این قسمت وارد میشه و وارد قسمت تیوبمون میشه و مایع داخل این قسمت جمع میشه. چون ساختار شبیه کتری هست بهش میگن استیم. بعد از اینکه وارد میشه، چون استیم از این قسمت وارد این تیوبمون میشه و بعد از اینکه وارد میشه چون دماش رو از دست میده به صورت کاندنس خارج میشه. میبینی اینجا کاندنس اوت هست و اینجا باتم، اینجا بخش پروداکت این کتلمون هست. ما از ترموسیفون ها هم استفاده میکنیم برای اینکه اون سیال، برای اینکه اون سیال پایین برجمون رو گرم کنیم، میایم از ترموسیفون ها هم استفاده میکنیم. این لیکویدی که اینجا پایین برجمون هست از ترموسیفون، یعنی از یه سری لاین های استیم عبور داده میشه، دماش بالا میره و چکالیش کمتر میشه و باز میشه که به سمت بالا حرکت کنه به عنوان ویپرمون. گاهن دو فازی هم در واقع هست ولی مهم تامین ویپرمون هست. ما این ترموسیفون هامون هم به صورت افقی هستن، هم به صورت، میبینی هم به صورت افقی هست، هم به صورت قائم هست که از پایین برج وارد ترموسیفون میشه، توسط استیم گرم میشه و بخار دوباره وارد برجمون میشه. پس لیکویدمون از یه سری لاین های استیممون عبور داده میشه، وقتی که عبور داده میشه دماش بالا میره و وقتی دماش بالا بره چگالیش کمتر میشه و به عنوان ویپر ما میتونیم اون رو وارد برجمون کنیم. قسمت کوره رو گفتم، توی قسمت کوره بهتون میگم. و این بخش هیترها که حالا اینجا هستن، باز هیترها هم با هم دیگه بحث میکنیم. هیترها ما اکثرا برای اینکه توی این ریبویلرها باشه هیترهای برقی هست. این هیترهای برقی یه سری مشکلات دارن که از یه دمایی نمیتونن بالا برن، اینا رو روی یه دمایی ستشون میکنن که این در واقع یک مشکل بزرگی هست برای این هیترها. حالا توی بخش اکسچنجرها اینا هم بهتون کامل توضیح میدم، کتل تایپ رو بهتون توضیح دادم، ترموسیفون ها هم بهتون توضیح دادم. الان فعلا بدونین که اکثر این ریبویلری که اینجا وجود داره اکثرا از کوره استفاده میشه، از ترموسیفون استفاده میشه و کتل تایپ. حالا ترموسیفون و کتل تایپ بهتون گفتم، بخش های دیگه ریبویلر هم بهتون کامل توضیح میدم.
ما اینجا بحث دیگه‌ای که توی برج تحقیرامون خیلی مهم هست، بخش بالایی ریفلاکسمون هست، ریفلاکس تاپ برجمون هست. قسمت‌های بخارمون اینجا قرار می‌گیره، از بالای برجمون خارج میشه. برای اینکه ما همیشه مایه رو داشته باشیم، مقداری از این بخارات رو میایم به تقطیر می‌کنیم و وارد برجمون می‌کنیم که بهش ریفلاکس می‌گیم. که به اون درامش هم حالا اینجا ریفلاکس تنک یا درام گفته میشه. ممکنه که ما داخل این ریفلکس دراممون گاز خارج کنیم، ویپر خارج کنیم به عنوان محصولمون که پروداکت باشه، که اینجا میبینید تا پروداکتمون هست، یا به عنوان یه چیز زاید باشه، گاز خطرناکی باشه. ممکنه یه مقدار لیکوید هم اونجا ببینید، این مقدار لیکویدی وارد برجمون کنیم. ممکنه یه مقدار لیکویدی هم به عنوان محصولمون اینجا مصرف بشه که میایم محصول رو تولید میکنیم. ما اینجا ریفلکس هامون دو بخش هستن، یه توتال ریفلکس داریم و یکی هم پارشیال ریفلکس داریم. توتال ریفلکسمون کلن، ما اگر کلن محصول خروجی بالا نداشته باشیم، یعنی اون تاپ نداشته باشیم، تاپ ریفلکس نداشته باشیم، بهش توتال ریفلکس گفته میشه و کلن هر چی هست ریفلکس کنه، این بهش توتال ریفلکس گفته میشه. یا در واقع توی بخش پارشیال ریفلکس ما کل محصول خروجی بالامون، یه مثلا یه مقدارش داشته باشیم به عنوان پارشیال ریفلکس در نظر گرفته میشه، یا نتونیم سیالمون یه مقدارش کاندنس کنیم، یه گاز فرار باشه که مایع نشه، یا حتی خودمون بخوایم جداش کنیم، به این بخشمون پارشیال ریفلکس گفته میشه. حالا این هم یک نرم افزار توی نرم افزار هایسیز هست، شبیه سازی برج هست. نرم افزار هایسیز یکی از نرم افزارهای پرکاربردی هست که توی پالایشگاه‌ها و پتروشیمیا خیلی استفاده میشه، توی صنعت خیلی استفاده میشه، برای شبیه سازی فرایندمون استفاده میشه. ما قبل از اینکه برجمون رو مثلا توش راه اندازی که انجام دادیم و بخوایم فرایندمون رو انجام بدیم توی این برجمون، باید حتما شبیه سازی انجام بدیم، چون شبیه سازی که انجام میدیم باعث میشه که هزینه‌مون به شدت پایین بیاد، اقتصادی تر باشه. که حالا میبینید این یه صفحه، یه قسمت کوچکی از نرم افزار هایسیز برای شبیه سازی برج ها هست، حالا دیستیلیشن کالم یا برج تقطیر هست، که میبینید اینجا تعداد سینیا هست، این برج ما هست که سینیا میاد اینجا، الان تعداد سینیا رو داره نمایش میده که 24 تا هست، که ما میتونیم توی نرم افزار هایسیز این سینیا رو به دست بیاریم، تعداد این سینیا رو. اینجا ورودیش هست که فیدمون هست، استیم هست، اینجا وارد شده، اسمش رو اینجا فید گذاشته، اسمش رو فید گذاشته، یعنی ورودی ما فیدمون اینجا داره وارد میشه. اینجا 15 مین تاورمون که هست، یعنی اینکه 15 تا سینی هست، ما اینجا از سینی 15 فیدمون رو وارد سینی 15 میکنیم. اینجا بخش پایین داریم که اون مایعاتی هست که از پایین برجمون خارج میشه. این مایعات ابتدا وارد یه ریبویلر میشن که گفتم این ریبویلرمون میتونه کتل تایپمون باشه، ترموسیفون یا کوره ها باشه، که خیلی توی سند استفاده میشه، که اینجا سیالمون گرم میشه و به عنوان بخار دوباره مقداری از اون وارد برجمون میشه تا همیشه این فاز بخارمون رو تامین کنه، و یه مقداریش هم به عنوان پروداکت خارج میشه، که اینجا میبینیم با تو لیکوید اوتلت هست که خارج شده، و از بخش بالای ما هم بخار خارج میشه، که اینجا ابتدا وارد یک کندانسر میشه، که حالا اینجا کندانسرمون توتال، پارشیال یا فول ریفلکس باشه، یا مقداری از پروداکتی که از این بخش بالایی خارج میشه. حالا سعی میکنم این نرم افزار هایسیز هم براتون بذارم، یا میتونین توی پیج اینستاگرامی ما، یعنی software.datayard.datayard، اونجا پارت های مربوط به نرم افزار هایسیز رو گذاشتم و شما دوستان عزیز میتونی از اونجا استفاده کنید. ما کلن توی برج های سینی دارمون کل عمل یکسانه. مثلا یه انواع برج ها داریم، توی این برج های سینی دارمون کل عملشون یکسان هست. مثلا یه ریبویلر داره، یه کندانسور داریم، سیارمون رو تبخیرش میکنیم، دوباره کندانسش میکنیم، برمیگردونیمش، کل عمل تبخیر کردن است. و با توجه به کاربرد برجمون و کجا استفاده بشه، اسمای مختلفی دارن، که حالا اینجا میبینید دیستیلیشن تاور هست. این برج تقطیرمون همون برجای
معمولیمون هست که قبلا هم توضیح دادم، حالا باز هم بهتون توضیح میدم. استریپر داریم، استابلایزر داریم، اسپلیتر داریم، اکستراکشن داریم، ابزوربر داریم، که حالا اینا با توجه به کاربردشون و کجا استفاده میشن رو میریم با هم دیگه بحث میکنیم. اولین برجمون دیستیلیشن تاور هست که هدف از این برج تقدیرمون جداسازی برش‌های مختلف نفتیمون هست. معمولا منطقه الف پالشگاهی هستن، اون قسمت‌هایی که کروسن، بنزین و اینا رو بخوایم حذفشون کنیم، میایم از این برج تقدیرهای معمولی استفاده میکنیم. برج حالا یه فیلم هم هست در ادامه بهتون نمایش میدم که به چه صورت هست. ما اینجا برج استریپرمون داریم که وقتی که یه دونه سیال مایه داریم که سیال گاز داخلش وجود داشته باشه، ما میایم از استریپر استفاده میکنیم. هدف از این استریپر پس چیه؟ اینه که سیال گازی رو ازش خارج کنیم. ممکنه گازمون یه گاز خطرناک باشه، یه سیال خطرناک باشه، مخصوصا توی واحدهای شیرینسازی نفت و گازمون. هر جا که این گاز H2S باشه، صرفا میخوایم H2S رو از بین ببریم، به این استریپ میگن. پس استریپرمون برای جداسازی فازهای گازی از مایه‌مون هست. هدفمون تولید یه مایه با کیفیت هست، بدون مواد خورنده و خطرناک. بیشتر توی گوگر زدایی ها انجام میشه، توی واحد هایی که هیدروتریتمنت هست، مثلا توی واحد نفت هیدروتریتمنت یا NHT استفاده میشه. توی واحد GHT یا توی واحد کاهشتی مون ما میتونیم از برج استریپر استفاده کنیم که ابتدا میایم ترکیبات گوگردی رو به صورت H2S در میاریم. میدونین اگر نفت و گازی ما داشته باشیم که این نفت و گازمون حاوی گوگرد باشه بهش نفت و گاز ترش میگن، و اگر نفت و گازمون حاوی گوگرد نباشه بهش نفت و گاز شیرین گفته میشه. که ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم این ترکیبات گوگردیمون رو که داخل هیدروکربنمون هست با هیدروژن دهی تحت فشار روی بستر کاتالیستمون، این گوگردمون رو به گاز H2S تبدیل میکنیم. چون H2S داخل فاز مایمون هست، میایم از برج استریپر استفاده میکنیم که H2Sمون رو از فاز مایمون کامل خارج کنیم، که محصول بالای برجمون H2Sمون هست، چون چگالیش کمتر هست و از بخش پایین هم لیکوید خارج میشه. پس کاربرد اصلی برج استریپر ما برای جداسازی فاز گازیمون از مایه هست، که بتونیم یک مایه با کیفیت و با کیفیت بدون مواد خورنده و خطرناک داشته باشیم. اینم برای برج های استریپر. ما برج بعدی که داریم برج استابلایزر هست. وظیفه این برج استابلایزر ما وظیفش تثبیت فشار بخار هست، که معمولا توی واحدهای بنزین سازی و سوختهایی که فراریت زیادی دارن ازش استفاده میشه. ما برای اینکه سوختمون فراریت زیاد نباشه، میام گازهای سبکش رو جدا میکنیم. مثلا بنزین چون فراریتش زیاد هست، میان یه سری گازهای سبکش رو جدا میکنن، که حالا اول مثلا هیدروژن جدا میشه، بعدش فیولگسش، بعدش LPGش جدا میشه. کامل اون ترکیبات سبکش رو ازش خارج میکنیم، که در واقع وقتی که اینا رو خارج میکنیم، فشار بخار محصولمون که بنزینمون هست رو میتونیم تنظیم کنیم. که حالا اینجا محصولات بالای برجمون LPG هست و محصول پایین برجمون هم بنزین هست. پس برای وظیفش کلن تثبیت فشار بخار هست. بخوام یه خلاصه دیگه بگم از این استابلایزرها. ما استابلایزرهامون اون محصول مایه‌مون رو تثبیت میکنه و اون محصول مایه‌مون فراریتش رو کاهش میدیم، مواد سبک رو ازش جدا میکنیم، که توی واحدهایی که سوخت تولید میکنیم مثل بنزین، کروسن و اینا از این استفاده میکنیم. برج بعدی ما اسپلیتر هست. همطور که میبینید اسپلیتر به معنی شکاف دهنده هست، ولی توی واحدهایی استفاده میشه که هدفمون جداسازی چند تا فاز مایه نزدیک به همدیگه هست.
مثلا توی واحد NHT که ما نفتا هیدروتریتمنت داریم، این نفتامون یه سری، اگه بخوام مثلا یه مثال بزنم، ما نفتامون به سه قسمت تقسیم میشه. یکی نفتای سبک هست، نفتای متوسط هست و نفتای سنگین هست. این مایا چون نزدیک به همدیگه هستن، ما برای جدازازیشون میام از برج اسپلیتر استفاده میکنیم، که موقعی که ما از اسپلیتر استفاده میکنیم، از بالای برجمون لایت نفتامون خارج میشه، از وسط برجمون مدیا نفتا خارج میشه و از بخش پایین برجمون هم هوی نفتا خارج میشه که همون نفتای سنگین هست. پس این اسپلیتر برای جداسازی دو تا مایه نزدیک به هم دیگه استفاده میشه، که مثال بهتون زدم نفتای سبک، متوسط و سنگین. برج بعدی ما اکستراکتور هست. توی اکستراکتور ما برای اینکه جداسازیمون انجام بشه دو تا سیال داریم، که یکی از سیال به صورت حلال هست که وارد برج میکنیم و این حلال میاد یه جزئی از سیال فرایندیمون رو برمیداره و خارج میکنه. مثلا ما تو واحد بنزن، این برجای اکستراکتور توی واحدهای بنزن خیلی استفاده میشه. ما یه برش نفتی مثلا داریم که ترکیبات توی این ترکیباتمون مثلا 35 داریم تا 37. ما میخواییم مثلا 36 همون بنزنش رو جدا کنیم. برای بنزن یه حلالی هست به نام NFM که میاد بهش حلال بنزن گفته میشه، که صرفا میاد بنزن رو میگیره و جدا میکنه. این برج ها دو تا ورودی دارن، که یکی ورودیش حلال هست و یکیش هم اون سیالی که اون ترکیب مخلوطی هست که ما وارد میکنیم. این حلالی که بهتون گفتم، حلال NFM، میاد بنزن رو به خودش میگیره و خارج میکنه. پس هدف کلی این برج ها استخراج با حلالیت انجام میشه، که حالا ممکنه که ما توی این برج ها پکینگ ها استفاده کنیم، یا سینی و پکینگ ها رو با همدیگه استفاده کنیم که سطح تماس رو افزایش بدیم. پس این برج ها برای جداسازی یک قسمت خاص هست، که اون حلال میاد اون بخش، اون قسمتی که ما میخواییم خارج کنیم رو میگیره و با خودش میبره. ما اینجا ابزوربر هم داریم، برج های جذبشون گفته میشه، که تقریبا شبیه همین اکستراکتور ها هست، با این که با این فرض که ما مثلا میخواییم یه گازی رو از سیالمون جدا کنیم، یه سیال میاد به عنوان جاذب وارد میشه و گازمون رو از ترکیبمون جدا میکنه. اینا بیشتر توی برج هایی که آمین استفاده میکنیم و هاشلوس رو جذب میکنیم استفاده میکنیم. همونطور میبینین توی پالشگاه برای جداسازی، مثلا توی برج جذبمون، هاشلوس یا اون گاز یا اون سیالی که حاوی گاز هست رو وارد برج جذب میکنن و از بالای برجمون هم آمین وارد میکنن. این آمین باعث میشه که اون گازهای هاشلوس و CO2 گازهای ترشمون رو با خودش بگیره و اونا رو جدا کنه، در واقع که ما از برج جذب استفاده میکنیم. حالا به اینجا رسیدیم که ما چرا از دو تا قوت استفاده میکنیم، که بیشتر حالا توی استابلایزرها و استریپرها استفاده میشه. میبینه اینجا ما قطرش اینجا به یک اندازه است و اینجا قطرش تغییر میکنه و کوچیکتر میشه، و یا اینجا توی استابلایزرها، ما اینجا توی استابلایزرها میبینیم ما اینجا این بخشش کوچیکتر شده و این بخشش در واقع قطرش بیشتر هست. این به چه دلیل هست؟ این بیشتر توی این برجا هست، توی همین برجای استریپر و استابلایزرها بیشتر این ما دو قطر داریم، قطر برج تقطیرمون تغییر میکنه. این به دلیل اینه که ما چون نرخ جریانمون بالا خیلی کمتر هست، بالای برجمون کمتر هست، چون ما بالای برجمون گاز داریم، بخار داریم دیگه، نرخ جریان مایمون توی بالامون کمتر هست، ما میام این قطر برجمون رو کمتر میکنیم، که این باعث میشه افت فشارمون هم کمتر بشه و جداسازیمون بهتر انجام بشه. این نکته هست که توی مصاحبه ها امکان داره ازتون بپرسن، پس حتما توجه کنیم به این. چون نرخ جریان بالای برجمون کم هست و این چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه که یه افت فشار، یه قطر برجمون رو کمتر میکنیم،
گفتیم دیگه، چون بالای برجمون اون نرخ جریان مایعمون کمتر هست، ما میایم قطر برجمون رو کمتر میکنیم. این وقتی که برج رو قطرش کمتر کنیم باعث میشه افت فشار کمتر بشه و جداسازی ما بهتر انجام بشه. اینم برای برج ها که حالا برج ها رو با هم دیگه کامل بررسی کردیم، که اگر سوالی داشتیم میتونید توی پیج اینستاگرامی ما یعنی صاف آرداتا یار داتا یار سوالاتتون بپرسیم، من اونجا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما اینجا یه سری مشکلات توی برج های سینیدار داریم. اینا این مشکلات توی سند الان دیگه زیاد اتفاق نمیفته، قبلا از این اتفاقات داشتیم ولی جدیدن این اتفاقات نمیفته، چون جدیدن طراح اونقدر قوی شدن که اجازه همچین اتفاقا رو نمیدن، ولی ممکنه توی مصاحبه ازتون بپرسم. به خاطر همین من اینا رو با هم دیگه میخوام اینا رو با هم دیگه بحث کنیم که اگه توی مصاحبه ازتون پرسیدن اینا رو جواب بدیم. پس مشکلاتی که توی برجای سینی دارمون هستن، یکیش فلودینگ هست، یکی پومینگ هست و یکی هم ویپینگ هست. این فلودینگی که ما اینجا داریم، این فلودینگ زمانی اتفاق میفته که نرخ بخارمون زیاد میشه. میبینید اینجا نرخ‌های بخارمون زیاد شده و اجازه نده سیالمون پایین بیاد. یا ممکنه مثلا دانکامرها کامل پر شده باشن که اجازه این کار رو نده. وقتی که اینا پر بشن اختلاف فشار برج زیاد میشه و این اتفاق ممکنه که به وجود بیاد. ما مشکل بعدی که توی برجای سینی داریم فومینگ هست. موقعی که برخی از سیالاتمون قابلیت فوم دارن، مثلا برخی سیالاتی که ما توی برجامون توی وسلامون هستن قابلیت فوم دارن، مثل چی؟ مثل گلایکول ها، اتانول آمین ها، پتاسیم کربنات ها، اینها خاصیت فوم دارن. وقتی که وارد برجمون بشن باعث میشن که کف بزنه و وقتی که کف میزنه فاصله بین سینیامون باز میشه که اون کف باز میشه که فاصله بین سینیامون اون تبادل فازیمون خیلی خوب صورت نگیره و خروجی برجمون به مشکل بخوره. به خاطر همین از یه سری مواد ضد آنتی فومینگ هم استفاده میشه به نام سیلان، که اینجا حالا ببینین خانواده موادی که ضد کف هستن بهشون در واقع گفته میشه. پس اون مواد ضد آنتی فومینگمون همین سیلان ها هستن که استفاده میشن. اینجا یک آزمایش باتل شیک هم داریم که توی دانشگاه هم داشتیم، که توی آزمایشگاه برای اینکه کف کردن یک برج رو آزمایش کنیم می اومدیم اون سیالاتی که داخل برجمون هست رو داخل یه تجهیز بطری مانندی کامل تکونش میدادیم و تستش میکردیم که بهش میگفتن آزمایش باتل شیک. مشکل بعدی برج‌های سینیدار ویپینگ هست. ویپینگ به چه صورت هست؟ ویپینگ وقتی که سیالاتی که ما اینجا داریم چکه بکنن و از اون مایمون از دانکامرها یا از همون روزنه‌ها پایین میاد و این باعث میشه که وقتی که بخارمون کم باشه همچی اتفاق میفته. باعث میشه که مایمون از دانکامرها یا از همون روزنه‌ها پایین بیاد و این ما اگر این ویپرمون اجازه این نده که ویپرمون به سمت بالا حرکت کنه، دیگه اون گازمون نمیتونه بالا بره، که بهش حالا این چکه کردن هم میگن، ویپینگ هم گفته میشه. ولی همونطور که گفتم این مشکلات برجای سینیدار، اینایی که بهتون گفتم ویپینگ، فومینگ و فلودینگمون، دیگه توی سند اتفاق نمیفته، خیلی کم اتفاق میفته. ولی یه مشکلاتی هست توی برجای پکین که حالا اینا امکان داره توی سند اتفاق بیفته، توی بسترهای کاتالیستیمون، کلن وسلهامون، توی جایی که ما یه سری پرکننده ها هست. میبینیم ما یه سری پرکننده ها اینجا وارد کردیم، هر جایی که ما پرکننده وارد کنیم و اون جریانمون میاد یه کانالی داخل به وجود میاره. میبینیم اینجا یه سری کانال ها به وجود آورده که این کانالی که به وجود میاره باز میشه که اون از کل سطح مقه تجهیزمون عبور نکنه، پخش نشه. برای این کار میبینین میان از دیستریبیوترها یا همون پخش کننده ها استفاده میکنن که کامل بهتون توضیح دادم. این هم یه مشکلی هست که توی برج های پکینگمون به وجود میاد.
توی این برج ها حتی علاوه بر دیستریبیوتر ها میتونن از سرامیک بال ها هم استفاده کنن که جریان رو کامل پخش میکنه و حالا بخش سرامیک بال ها رو توی بخش